با سلام برنامه که امروز خواهیم داشت صحبت که من اینجا خواهم داشت در مورد سینمای آمریکا هست در طول جلساتی که خواهیم داشت سه جلسه رو ما اختصاص دادیم به سه گونه سینمایی که این اولینش هست سینمای ایدئولوژی که آمریکا من اسمش رو گذاشتم که رفرنس میده به یک بخشی از کتاب انسانشناسی هنر که از خود من که میتونید به اون هم مراجعه کنید و سوالاتی رو هم بعد از این درس خواهیم داشت و هفته آینده تو درس آینده یکیش مربوط میشه به سینمای هیتلری سینمای فاشیست هیتلری و یکی هم مربوط میشه به سینمای به اصطلاح توتالیتاریستی شوروی سینمای آلمانی بین 1900 تا 33 و سینمای شوروی از تقریبا 1924 تا 1980 و سینمایی هم که امروز ما داریم صحبت میکنیم نقطه اوجش میتونیم بگیم که از سالهای 1940 هست تا 1990 و البته ادامه پیدا کرده تا امروز و بنابراین این زمان بود خب سینمای آمریکا به نسبت سینمای, سینمای توتالیتر و سینمای فاشیستی و ایدئولوژیک سینمایی هستش که چنین ظاهری رو نداره یعنی به نظر میرسه که سینمای آزادتری هستش خب این خود این آزاد بودن سینما یعنی که به هنر تحت <applause> تاثیر یا زیر سلطه یا یک ایدولوژی خاص نباشه اولی مسئله است که ما باید یه مقداری بازش کنیم ما همیشه توی سینما در سینمای داستانی به خصوص و سینمای مستند این مسئله داریم که سینما برخلاف خیلی از هنرهای دیگه مثلا فرض بکنید که نقاشی، عکاسی، موسیقی حتی و غیره هنر گران قیمتی هستش این البته در حال تغییر کردن با تکنولوژی های جدید با این وجود حتی که تکنولوژی های جدید رو هم بگیرید و به نسبت بسنجید میبینید باز هم سینما هنر گران است خب وقتی ما صحبت از گرانی یک هنر میکنیم بلا فاصله مسئله دخالت پول درش مطرح میشه یعنی اینکه یکی از عوامل تعیین کننده درش مسئله پول هست که این پول باید از طرف یک تهیه کننده صرف این قضیه بشه که تهیه کننده انگیزه اصلیش اقتصادی است یعنی اینکه میخواد سرمایه رو که میذاره برگشت داشته باشه و این برگشت هم بنابراین از چه طریقی میتونه باشه از طریق یا فروش فیلم یا از طریق کمک هایی که به تهیه کننده بشه از یک عامل سوم که اون عامل میتونه یک عامل ایدئولوژیک باشه و در این عالم همون عامل ایدئولوژیک میتونه قوی ترم بشه حالا در مثالی که ما در آمریکا داریم در سینمای آمریکا داریم هالیوود که <applause> مجموعه ای هستش در حقیقت هالیوود یک مکان هست یک شهر هست و در هالیوود فرض کنید که استودیوهای فیلمبرداری مختلفی وجود دارن فیلمسازی مختلفی وجود دارن که اینها شبیه هستند به شرکت های بزرگ و این شرکت های بزرگ سرمایه گذاری میکنن روی فیلم ها و غیره و خب طبیعتاً فیلم هایی که در هالیوود تهیه میشه از این قدرت برخوردارن که بتونن توضیح بشن مسئله توضیح اهمیت زیادی داره ما قبلا یک جلسه در مورد توضیح داشتیم ولی اصلا به یک چیز داشت ولی در مورد توضیح کالاهای فرهنگی ما باید بعدا صحبت بکنیم چون ببینید کالای فرنگی که نتونه توضیح بشه ممکنه روی کار هنرمند تاثیر مستقیمی نداشته باشه مثلا یک مجسم ساز فرض بکنید که مجسمش رو بسازه یا فرض بکنید نقاشیش رو یک نقاش انجام بده و اگر این توضیح نشه اون به کارش ادامه بده و کارش انجام بده ما در تاریخ پر از این مثال هستش اما بعضی از هنرها چه امکانی درش وجود نداره مثلا فرض بکنید اگر هنر نقاشی رنسانس رو بگیرید اگر کلیسا و اشرافیت هزینه نمیکردند هرگز ما نمیتونستیم کارهایی رو که امروز داریم از کسانی مثل میکلانج رافائل و دیگران داشته باشیم پس در اینجا هم نفوذ کلیسا رو میبینیم که مکان رو در اختیار میذاره و هم پولش رو میبینیم یا کاخهای سلطنتی که این پول رو میدن حالا وقتی هم بیایم به دوران مدرن در جایی مثل هالیوود در واقع این بنابراین عامل اقتصادی وجود داره فیلمی میتونه ساخته بشه که سرمایه گذاری بشه و این سرمایه گذاری هم به دلیل رقابتی که بین به صلاح استودیو های فیلم سازی وجود داشته دائما افزایش پیدا کرده و خب هزینه های فیلم البته هزینه های فنی فیلم محدود مثلا نوع فیلم برداری نوع صدا برداری و غیره اما بعدش هزینه وارد میشه که روی اونها میشه کلی مانور داد مثلا اینکه به یک هنرپیشه چقدر پول پرداخت بشه این دیگه سقفی درش وجود نداره و همین قیمت فیلم ها رو بسیار هزینه ای که باید گذاشته بشه رو بسیار بالا برده تعداد فیلم سازانی که امروز مستقلن یا از اول در آمریکا مستقل بودن در و در هالیوود کار میکردن استودیوی خودشون داشتن و غیره بسیار بسیار معدود و بسیار اندک تعدادشون و فیلمساز های بسیار موفقی هم بودن و بنابراین میتونستن یه جوری فیلم خودشون رو تهیه کنن و بعدم توضیح کنن بالا با یک شبکه توضیح هم میتونستن یک جورایی کنار بین یا یعنی شبکه های توضیح به هر حال کوچکتری وجود داره که این کار رو انجام ده این رو, بر... این رو شما میتونید مقایسه کنید با وضعیت که الان در مورد کتاب وجود داره در دنیا و خیلی بیشتر در ایران کتاب نشریه و غیره شما لازم نیست جلوی نویسنده رو بگیرید برید دستگیرش کنید کافی جلوی توضیح کارش رو بگیرید یا کافی اجازه ندید که این اصلا توضیح بشه نه اینکه ممنوعش کنید بلکه عملا غیر ممکنش بکنید خب حالا آره وقتی تو سینما خیلی ساده تر میشه چون سینما از طریق سالن سینماست که در نظر بگیرید که ما داریم از یک دوره ای صحبت میکنیم که هالی وود تقریبا از سالهای بین دو جنگ شروع به کار کرده و تا امروز هم داره کار میکنه اوج دوران تلایش از سالهای بعد از جنگ است تا مثلا فرض کنید امروز خب در اینجا پول هایی که وارد میشه خیلی بیشتر هستش و دخالت های غیر مستقیم به صلاح سیستم سیاسی هم خیلی بیشتر سیستم سیاسی هم لزوما دولت نیست ممکنه یک شخص یک میلیاردری باشه که طرفدار یک ایدولوژی خاصی باشه کمک بکنه ممکنه که کمکش هم میتونه شکل سرمایه گذاری داشته باشه در یک فیلمی ممکنه یک حزب باشه که به مختلف میشه به یک فیلم از نظر اقتصادی کمک کرد و این ولی به هر طریق نفوذ ایدولوژیک رو بالا میبره مشخصه که در سینمای آمریکا وجود داره به نسبت سینمای دیگه که از که, با، که به صورت ایدولوژیک مورد استفاده قرار میگیرن یعنی از هنر سینما استفاده میشه برای اینکه پروپاگاند بشه برای اینکه یک عقیده نشر پیدا کنه به خصوص عقایدی که در حالت عادی عقایدی نیستن که بتونید شما بهش بگید عقاید مثبت هستن برای کل جامعه و بیشتر عقاید منفی مثلا بیشتر پیشتاوری ها بیشتر توجیه یک گروهی از به اصطلاح رفتارهای نامناسب درونی یا بیرونی مثلا در مورد آمریکا فرض کنید خب آمریکا میدونید کشوری که تقریبا تمام قرن بیستم در جنگ بوده و به جز جنگ های جهانی تقریبا تو تمام کشورها دخالت نظامی کرده و همین اواخر که بایدن صحبت میکرد میگوید اولین بار بعد از 20 سال که من دارم در مجمع سازمان ملل صحبت میکنم و آمریکا در جنگ نیست آخرینش افغانستان بود ولی قبل از اون عراق بود سودان بود چونمونم همجور بری در قبل میرسید از بعض جنگ جهانی دوم کره هست همه جا آمریکا دخالت کرده در آمریکای لاتین که در همه جا دخالت کرد خب این یک دخالت یک جنبه اقتصادی داره چون آمریکا خودش رو به عنوان ژاندارم بینالمللی تحمیل میکنه تا به صورتی زمانت کنه از پولش که به صورت پول مورد استناده در سیستم بینالمللی ولی یک جنبه دیگهش هم در این هستش که بتونه در حقیقت خودشون چیزی که میگه بتونه در رأس یک ائتلافی از کشورهای در دنیا باشه که کشورهای دموکراتیک بهشون میگن اینکه آیا این کشورها واقعا دموکراتیک هستن یا نیستن این بحث پیچیده ای هستش سیاه و سفید نیست مثلا واقعیت اینه که خب در این کشورها وضعیت خیلی بهتره از مثلا کشورهای جهان سوم بسیار بهتر از کشورهای کشورهایی که قبلا کشورهای کمونیستی کامل بودن حالا شدن کمونیستی داری مثل چین یا کمونیستی بودن حالا شدن مافیایی مثل روسیه یا خیلی جای دیگه ولی اینها مسائل خودشون دارن اختلاف طبقاتی بسیار بالایی که در اینا وجود داره نابرابری های بسیار بالایی که وجود داره و تنش هایی که رو به به خصوص با اقلیت قومی و نجادی خب وقتی که حالا سینما میخواد اینا رو توجیه کنه چیکار میکنه سینما هالیوود به خصوص این قدرت رو داره که از طریق ساخت فیلم بتونه تاثیر بگذاره بر روی افکار عمومی یعنی فرض بکنید از طریق فیلم اونایی که موافق مثلا جنگ ویتنام هستن بودن یا موافق جنگ عراق یا جنگ مثلا افغانستان بودن بتونن در یک سیستم دراماتیک بتونن تاثیرگذاری کنن روی افکار عمومی حالا چرا تاثیرگذاری روی افکار عمومی به دلیل که افکار عمومی موثرن برای همه جا موثرن ولی در یک سیستمی که دموکراتیکه بیشتر موثرن برای که باید مردم رأی بدن و اون دولت رو بپذیرن پس ایدئولوژی در این جهت خدمت میکنه و ما نمیتونیم بگیم که ایدولو... منظور من از سینمای ایدئولوژی که دستکاری کننده رو باید بهش اضافه کنم یا مانیپولیتر این نیستش که مثلا فرض بکنید شما خیلی از فیلم هایی هست که در خود سیستم آمریکا ساخته شده و فیلم هایی هستش که بسیار عالی هستش و در خدمت بهبود وضعیت هستش در خدمت مثلا فرض کنیم حالا من اسم نمیبرم برم برای که باید بعد وقت تعبیر کرد ولی مثلا به نظر من مثلا فیلم مثل فهرست شیندلر که خیلی مورد بحث البته بعضی ها به اون حمله میکنن که <تصفح> میخواد که میخواد به نوعی سیستم یه مثلا سیونیستی رو تقویت کنیم من معتقد به چنین چیزی نیستم یا فیلم های دیگه که فیلم های خیلی خیلی زیادی در تاریخ آمریکا ساخته شده در مورد بسیارش هم من صحبت کردم اینجا دیگه نمیخوام صحبت هم رو تکرار کنم ولی بر تقدیر اگر فیلم به صورت مثبت برای در خدمت صلح جهانی باشه در خدمت مبارزه با جنگ باشه در خدمت مبارزه با فقر باشه برای برابری باشه و غیره من به این نمیگم ایدئولوژیک به نظر من ایدئولوژیک یه مقداری عام به همه فیلم ها میشه گفت ولی منظور من از ایدئولوژیک ایدئولوژی سلطه است ایدئولوژی هژمونیه ایدئولوژی منفیه ایدئولوژی دستکاری کننده است خب این فیلم ها در آمریکا بسیار زیاده و حالا تفاوتی که داره با سیستم های دیگه که این هنر پیگیوم هالیوود هست در این هستش که فرمی که برای این تاثیرگذاری انتخاب میشه و اجرا میشه این فرم یک فرم بسیار ظریفی هستش یعنی استفاده از عناصر سینمایی و هنری و از عناصر به اصطلاح زیبایی شناسانه یا استتیک برای تاثیرگذاری به صورت غیر مستقیم تفاوتی که بعدا حالا وقتی راجع به سینمای فاشیستی یا سینمای فرض کنید شوروی استالینی صحبت بکنیم با سینمای آمریکا اینه که در اونجا شما همیشه با فیلم های ایدئولوژیکی روبرو بودید که اینها شعارشون رو خیلی مستقیم میگن یعنی مثلا اگر در فیلم های ایتلری میخواستن میگن یک یهودی مثلا یک خصوصیت منفی داره مثلا مثلا خصیص هست این رو کاملا به صورت مستقیم این رو نشون میدادن و تبلیغات مثلا برای اینکه بگن یهودیان زشت هستن یا فلان هستن و غیره اینو کاملا با مبالغه حتی با مبالغه کردن این رو نشون میدادن به صورتی که وقتی این فیلم شما 20 سال 30 سال بعد نگاه کنی در حد کمتر به نظرتون کاملا مسخره میاد اینقدر که مبالغه شده در اونجا در سینمای شوروی هم, هم تو در سینمای شوروی هم مثلا وقتی میخوان نشون بدن یک اربابی مثلا یا یک سرمایهداری فرد منفی هستش اونقدر مبالغه میکردن در کار که این تاثیر خودش رو از دست میداد که هیچ تاثیر منفی میگذاشت یعنی چون زرافت وجود نداشت این رو در سینما همه کشور هم از جمله کشور خود ما هم همینطور وقتی میخوان یک چیزی رو که درست نیست یا تبلیغات یا پروپاگاندا نشوندن شما خیلی از سینما میبینید می که در سینما جهان سوم به طور کلی می‌بینید که انقدر مبالغه میشه روی اون پدیده دستکاری میشه استفاده از عناصر مصنوعی میشه که اثرش رو از دست میده و حتی تبدیل میشه به یک اثر معکوس یعنی به جای اینکه تاثیر در یک جهت بذاره در جهت معکوسش میگذاره همون کاری که نمیخواستن همون باوری که نمیخواستن ایجاد بشه ایجاد میشه چرا چون اثر واکنشی داره در واقع در سینمای هالیوود شما میبینید که در حقیقت یک نوع نبوغ هنری با پول زیاد و اقتصاد خیلی محکمی که پشتش هست و قدرت سیاسی که وجود داره برای توضیح و برای گسترش دادن به این اینا با هم همراه میشه و چون با هم همراه میشه همه رقبا رو از میدان به در میکنه یعنی واقعیت قضیه اینه که اگر از سال 1940 تا امروز شما نگاه کنید اون چیزی که بهش میگیم سینمای گیشه در واقع در سطح المللی. یعنی سینمایی که داره فروش بین و مللی باشه و خیلی گسترده تقریبا به جز آمریکا از بین رفته در همه جا و در هیچ کشور شما نمید در بعضی از کشورها شما یک سینمای در واقع محلی دارید که بازار محلی رو پوشش میده و میتونه درآمد کسب کنه با فیلم هایی که میسازه فقط برای کشور خودش تنها رقیبی که وجود داره برای سینمای آمریکا در حال حاضر در جهان بالیوود هست یعنی سینمای هند هست که اولا روی یک بازار داخلی بسیار بزرگ تأکید میکنه که بالای یک میلیارد نفر تو فقط هند وجود داره ولی در کشورهای اطراف هندوستان و کشورهای بطور کلی آسیای جنوبی و خیلی کشورهای دیگه سینمای هندوستان دارای قدرت تأثیر گذاری هست متا سینمای هندوستان رقابت میکنه با سینمای آمریکا ولی این رقابت بیشتر در زمینه مالی هستش یعنی که بخش از درآمدی رو که کلش رو آمریکا میتونست کسب کنه سینمای هند در جیبش میذاره این که سینمای هند رو ما یک سینمای ایدئولوژیک سیاسی بخوایم اسم بهش بدیم به نظر من زیاد درست نیست چون سینمای هند در نهایت سینمایی هستش که مضمون غیر سیاسی رو تقویت میکنه یا مضمون و ارزش های خیلی خیلی سنتی رو تبلیغ میکنه و بیشتر در جهت افکار عمومی یعنی همون باورهایی که مردم دارن از خوب بد کارهای خوب کارهای بد و غیره همونها رو بهشون تحویل میده همون قهرمان هایی رو که دوست دارن بهشون تحویل میده این کاملا متفاوت هستش با سینمای آمریکا که الگوی قهرمان رو مثلا میسازه الگوی قهرمان رو میسازه که این الگو قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم صحبت شد این الگو یک الگوی, الگوی مرد سفید پوست جوان که ما مثلا بهترین شکل بروز بروزش رو توی سینمای هالیوود کلاسیک مثلا در یک مجموعه مثل مثلا تارزان میبینید در سیستم های بعدی سیستم های جدیدتر شما در مثلا سینمای موسوم به فیلم های جیمز بان میبینید یا فرض بکنید که بعد در سوپرمن میبینید همه اینها فیلم هستند هستن که یا در راکی میبینید همه اینها مردان سفید پوست قوی با اراده آهنینی هستند که هرگز شکست نمی از هر شکستی هم می خودشون رو بیرون کشن و این ایدئولوژی هستش که کاملا انتباق داره به خود ایدئولوژی که دولت آمریکا از خودش میخواد بده یعنی کشوری که متکی برای اراده قدرتمندی که هرگز شکست نمیخوره اگر اون شکست بخوره یا در یک نبرد به نبرد خودش رو بیرون میکشه و دو به تلاشش ادامه میده تا پیروز بشه در این حال یک سینمای زنستیز که این زنستیزی هم با زرافت خودش رو انجام خودش رو به تحقق میرسونه از طریق برجسته کردن گروهی از صفات زنانه یا گروهی از صفات مثلا از طریق اروتیزه کردن زن و تمام روابطی که به زنانگی رب داره از طریق اروتیزه کردن اینها یا از طریق تاکید بر روی گروهی از مشخصات زنانه مثل مادر بودگی و فداکاری مثل مهربانی و غیره که با این مشخصات در واقع زن رو خارج میکنه از سیستم در مورد سایر اقلیت ها هم همین وجود داره یعنی شما میبینید که تا سینمای آمریکایی متأخر که میگم تقریبا سالهای 90 90 هست تقریبا سالای هشتاد از تا نیمه سالای هشتاد لاغل شما این رو دارید که کل کسانی که بهشون گفتن دگر باش یعنی اونهایی که میگن بهشون الژی بی تی کیو یعنی کسانی که در رفتار جنسی عمومی آمریکا مشارکت ندارن اینا گروه های اقلیتی بودن که یا اصلا در سینما شما اینا رو نمیبینید یا اگر میبینید تصویر منفی از اینها میبینید بهترین تصویری که از اینا داده میشه یک آدم شکست خورده است یک آدمیه که به حاشیه رانده شده به خاطر اینکه دچار این انحراف شده و بنابراین باشه که حالت دلسوزی هم شما میبینید ولی این دلسوزی در حقیقت یک نوع یک نوع تایید باز همون ترد شدگی هستش مثلا فیلم فیلم یک بعد از ظهر سگی بفهم سیدنی لومت که در اون آلپاچینو بازی میکنه و در نقش یک به افسر سابق ارتش که برن بانک میزنن و شخصت شخصیت آلپاچینو شخصیت دو هست و در حقیقت فیلم در این حال که داره از این دفاع میکنه به نوعی نشون میده که این انحراف در این واقعی هست و این انحراف رو کشیده به طرف هاشی شدن هاشی این, این رو در اصطلاح دیگه بهش میگن بهش میگن گناهکار کردن قربانی یعنی کسی که خودش قربانی شده ما اون رو گناهکار تقصیر جلوه میدیم کسی که دوستانی که روی فقر کار میکنن یا روی آسیب های اجتماعی کار میکنن خیلی زود میبینن که یکی از ایدئولوژی های سرمایداری و سرمایداری متأخر به خصوص این هست که این هست که قربانیان رو مقصر کنن مثلا اینکه اگر کسی کرونا میگیره و میمیره بگن تقصیر خودش اینکه اگر کسی فقیر هست و هست فقل از فقر حاشیه میشه از بین میره بگن تقصیر خودش بوده درس یاد نخونده و غیر و این این سیستم کاملا رایج هستش در به دستکاری افکار عمومی خوب خود همین در سینمای آمریکا با ظرافت به عمل در آمده و در میره. اما نکته آخری که باید گفت که بازم صحبتش قبلا شد و بعد من فکر کنم رو این خیلی باید تاکید کرد چرخشی است که در حال اتفاق افتادن در سینمای آمریکا است اولا من بگم که من در مورد سینمای هنری اصلا صحبت نکردم راجع به سینمای مستند هم صحبت نکردم چون اینها سینماهایی نیست که ما بهش بگیم سینماهای جریان اصلی یا مینستریم اینا جریانات هاشیهی ای هستند که بسیار کم دیده میشن و محدود هستند و غیره اما سینمای اصلی رو من دارم میگم خب این جریانی که دارم میگم مربوط به سینمای اصلی است در سینمای اصلی همون اتفاقی که الان میبینیم که در حوزه سیاسی اتفاق افتاده یعنی شما میبینید که مثلا سیاه پوستان به عنوان یک اقلیت بزرگ در آمریکا آسیایی ها، هیسپانیک ها، و کسانی که LGBT هستند هستن و غیره اینها وارد حوزه سیاسی شدن چیزی که اصلا قبلا قابل تصور نبود به همین طریق در سینما هم این اتفاق داره میفته و ما شاهد نسل جدیدی از فیلم ها هستیم که این رو دارن به رسمیت میپذیرن البته با این خطر که این الگو رو به اون شکلی در بیارن که خودشون مایلن ما که نمونهش هم گفتم واندر رومن هستش که در این حال که مشخصات قدرتمندی رو داره به عنوان زن اما رفرنس این قدرت در مرد هست که این خودش یک موضوع دیگه هستش که ما در جلسه دیگه در مورد اون صحبت خواهیم کرد بسیار ممنونم از همه شما